با سلام به شما دوستان عزیز، امروز از برنامه کیورینگ دلیمبو در خدمت شما هستیم تا با یه ویدیو دیگه به شما یاد بدیم که چطوری میتونیم به تنهایی از سایت اداره پناهندگی یه سری از درخواستاتون رو انجام بدید. اولین قدمی که برمیداریم اینه که آدرس سایت رو درست بنویسیم. applications.migration.gov.gr. صفحه که برای ما ظاهر میشه این صفحه است. خب تو این صفحه قسمت پایین دو تا آیکون داریم که ما باید بریم قسمت ایپرسی از اسیلو رو انتخاب کنیم. ردیف 7 درخواست صدور کپی از پرونده رو انتخاب میکنیم. این صفحه برای ما ظاهر میشه که مجموعی از اطلاعات شخصی ما رو میخواد. ردیف اول شماره کیس یا همون کیس نامبره که کسانی که سه برگه دارن تو صفحه دوم سه برگه در قسمت پایین نوشته شده و کسایی که آیدی کارت دارن در برگه جواب پناهندگی که در زمان درخواست آیدی کارت بهتون داده شده نوشته شده. در ردیف دوم از ما شماره پرونده شخصی رو میخواد. برای کسایی که سه برگه دارن تو صفحه دوم قسمت پایین شماره پرونده نوشته شده و برای کسانی که آیدی کارت دارن در برگه پناهندگی بهشون داده شده نوشته شده. در ردیف بعد نام خانوادگی خودتون رو به لاتین و با حروف بزرگ تایپ کنید. در ردیف بعدی نام خودتون رو به حروف لاتین و بزرگ تایپ کنید و بعد شماره تلفنتون رو وارد کنید. در ردیف بعدی ایمیل خودتون رو وارد میکنید. ایمیلی که وارد میکنید باید حتما ایمیل فعال و قابل دسترس باشه. این روندی است که از طریق اون اداره پناهندگی میتونه به شما دسترسی داشته باشه. تو این قسمت فهرستی از دفاتر پناهندگی در اختیار شما قرار میگیره که میتونید اداره مسئول به رسیدگی پرونده خودتون رو تو این فهرست انتخاب کنید. در صورتی که از نام اداره مسئول به رسیدگی پروندهتون اطلاع ندارین، سیستم به صورت خودکار این کار رو برای شما انجام میده. و تو قسمت بعد اگه شما وکیل مرتبط با پرونده پناهندگی خودتون دارین میتونین نام و نام خانوادگیشو تو این قسمت تایپ کنید. در غیر این صورت میتونین یک خط تیره بذارید. در این قسمت نوع درخواست نسخه کپی از پرونده پناهندگی خودتون رو انتخاب کنید. گزینه 1 درخواست نسخه کپی از پرونده پناهندگی. گزینه 2 درخواست نسخه کپی از صورت جلسه مصاحبه. گزینه 3 درخواست نسخه کپی از فایل صوتی مصاحبه. گزینه 4 درخواست نسخه کپی از تصمیم درخواست پناهندگی. گزینه 5 درخواست نسخه کپی از تصمیم در رابطه با تغییر مشخصات فردی. گزینه 6 درخواست نسخه کپی از کل پرونده. و گزینه 7 موارد دیگر. اگر عکس یا کپی در رابطه با مدارک درخواست شده در بالا دارید، از این قسمت می توانید به صورت فایل ارسال کنید. اگر در قسمت بالا موارد دیگر را انتخاب کردید، در اینجا نام مدرک مورد درخواستی خودتون رو تایپ کنید. به طور مثال مدرک ازدواج. در این قسمت ایمیل اختصاصی خودتون جهت دریافت مدارک درخواست شده رو تایپ کنید. در این قسمت نام شهری که در اون سکونت دارید رو تایپ کنید. در این قسمت تیک مربوط به اینکه شما یک ربات نیستید رو فعال کنید.
و بعد تیک مربوط به پذیرش قوانین سایت رو کلیک کنید. و در آخر گزینه ارسال رو کلیک کنید. بعد از ارسال منتظر کادر ثبت در بالای صفحه بمونید که این کادر ثبت نشان دهنده تایید ارسال موفقیت آمیز درخواست شماست. بعد از این مرحله منتظر باشید تا اداره پناهندگی به درخواست شما رسیدگی کنه و جواب درخواست شما رو از طریق ایمیل یا تلفن به اطلاع شما برسونه.